سلام به همه، مستر ریپورتر هستم با یک برنامه بسیار متفاوت جالب در خدمتتونم. من در این گزارش ها افراد مختلف، عالمای جالب و اتفاقهای خنده‌دار و بانمک رو براتون به صورت متفاوت گزارش میکنم. اگر از گزارش ها لذت بردین یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو بزنین که از ویدیوهای جدید ما با خبر شین، و یادتون نره که پیج های ما رو تو فیسبوک و اینستاگرام فالو کنین. با تشکر. در این برنامه ما میخوایم در مورد درآمدهای میلیونی شاخهای اینستاگرامی و درآمد اصلی اونها از سایت های شرط بندی پرده برداری کنیم. برای اطلاعات شما، ما قصد خراب کردن هیچ کس رو نداریم و فقط روی واقعیت ها و اتفاقهایی که همه شما در جریان هستین این خبر رو درست کردیم. امیدوارم که لذت ببرید. مشهورترین افراد حاضر در اینستاگرام حالا کسایین که عجیب و غریب‌ترین کارهای ممکن رو انجام میدن و همه هم به غیر عقلانی بودن کارهاشون واقفن، هم خودشون و هم کسایی که دنبالشون میکنن. آیا همه عقلشون رو از دست دادن یا ماجرا بالکل چیز دیگه ایه؟ وقتی تو دوران اوجگیری اولیه کرونا همه توی خونه هاشون بودن و علی‌القاعده مردم وقت بیشتری رو توی اینستاگرام صرف می‌کردن، بازار مکالمه های لایو این پلتفرم با ادا و اصول های باور نکردنی داغ شده بود. تتلو فانتزی های جنسی خودش رو می‌کرد، پسر فلان سفیر سابق مملکت چالش باسن گذاشته بود و روحانی خلع لباس شده با خواننده زن خارج از ایران می‌خوند که دیگه عاشق شدن فایده نداره. سرگیجه عجیبی تو اینستاگرام ایرانی حاکم بود. همون موقع مهدی رستمپور، خبرنگار، نوشت این لایوهای عجیب و غریب روشهایی برای تبلیغ و کشوندن مردم به سایتهای شرط بندی هست. کی وقتش میرسه بپذیرید دعوای پیام صادقیان با تتلو ساختگیه؟ پیام و توهی و تتلو و علیشمس و ساشا و احلام و سایر شاخهای راهزن مجازی از یک کانون شرط بندی حقوق میگیرن. لیدرشون تو اسپانیاس ملقب به مونتیگو. اونها فروشندگی ابتذالن و میلیون ها نفر هم خریدارش. حالا چند لحظه ای از این کلیپ رو ببینید. ملکی که بر تخت این بارگاه تکیه زده بود، نه از شمار سلاطین ستم پیشه که از جمله فرمان روایان دادگری بود که داد مردمان می ستاند. این ویدیوی پرخرج کار خواننده درجه چندمیه که با جنجالهای اینستاگرامی سایت حضرات رو معرفی می کنه. یکی از مهرهای کوچیکتر تو تجارت بزرگ قمار آنلاین. اما تو بسیاری از گزارش‌های منتشر شده درباره این شبکه قمار، از جمله مقاله مفصل شرق، همه این بازی‌های اینستاگرامی به سردسته‌ای به نام مونتیگو یا فرشید امیر شقاقی ختم میشه که یه خواننده اینستاگرامی، صاحب سایت بتبال 90 و سایت‌های شرط‌بندی مشابه که خودش پسر سعدالله امیر شقاقی، یکی از سردمداران سایت‌های قمار و شرط‌بندی تو ایرانه. گردانندگان گروه بنفیت با درآمد 15 تا 20 میلیون یورو که هر ماه توسط شبکه شاپرک از پرداختی‌های درون کشور براشون ارسال میشه. حالا که از لای دیگه یا سایت‌های شرط بندی رو شدن، سجاد علیجانی سایت‌های شرط بندیش و پول‌های مشکوکش تو سینما به نظر کوچیک میان. صاحبای سایت‌های اصلی انگار زرنگ‌تر از این حرفان که پولشون رو توی سینمای ایران تطهیر و خودشون رو رسوا کنن. مثلا نگاه کنید که چطور فردی به نام امین فردین با اسم خبرنگار و افشا کننده در نقش سوپاپ اطمینانی برای تبلیغ این سایت‌های شرط بندی ظاهر میشه. کسی که دو سال پیش ضد سایت‌های شرط بندی بوده و حالا به نظرش خیلی خوبه که ما هم مثل همه دنیا اینها رو داریم. اون کسی که دارن سایت تبلیغ می‌کنن سایت شرط بندی رو، هیچ فرقی با ساقی‌های مواد مخدر نداره. شما چه به طرف مواد مخدر بدید تبلیغ بکنه و بفروشه، چه این سایت شرط بندی، چون طرف رو شما معتاد سایت شرط بندی و قمار بکنی، هم زندگیش رو می‌بازه هم پولش رو. یه تصمیم گرفتم برم تو این سایت‌ها بازی بکنم، هابیشون بود، تفریحشون بود و دوست دارم بازی بکنم، و چه بهتر برم توی سایتی که معتبر باشه، بازی انفجار رو نمیدونم سنگ‌ها از قیچی که ربات کامپیوتری و کلاهبرداریه، نرم تو اون سایت‌ها بازی کنم و سرشون کلاه بره. وگرنه سایت شرط بندی در همه جای دنیا مرسوم، همین آلمان پشت سر من اگه نگاه بکنه یکی از این شرکت‌ها هست و معتبر، کسی هم نمیدونه که آقا چرا زدی
این عجایب همینطور میتونن ادامه داشته باشن و اسمهای بیشتری هم بهشون اضافه بشه. یه روز دیگه بحث سایت‌های شرط‌بندی نیست و مثلا بحث درآمدزایی از پلتفرم مثل یوتیوب، مثل تیم رسانه‌ای تتلو که با یه جنجال درباره کودک‌آزاری مخاطباش رو از اینستاگرام به یوتیوب سرریز میکنن. چرا؟ چون اونجا بیشتر میشه پول درآورد. ما دیگه در اینستاگرام پیج نخواهیم داشت و قرار شده که روی همین یوتیوب فعالیت کنیم. یا به همین ترتیب برای جنجال ترانه احمقانه‌ای که به انگلیسی خونده میشه اما فقط چند ثانیه‌اش قابل تماشاست و بقیه‌اش رو باید برید توی یوتیوب ببینید، چون روی تک تک ویوهای یوتیوب میشه سرمایه گذاری کرد و بعداً ازش برداشت کرد. مادامی که این مدیوم ها وجود دارن، آدم ها به هر صرافتی میافتن که فالوورای بیشتری بگیرن و پول بیشتری به جیب بزنن. اما چیزی که ما باید بدونیم اینه که حتی اگه با تنفر هر گونه تعاملی با این محتواها داشته باشیم، به رشدشون کمک کردیم. جوک ساختن، استوری های از مسخره کردن، توییت های متنفرانه درباره برتری ما بر این موجودات و هر شکل دیگه ای از تعامل، چیزیه که بازاریاب های ابتذال لازمش دارن. حالا که تو بحران اقتصادی هستیم و خیلی ها نون برای خوردن ندارن، انگل ها بیش از پیش دست به کارن و با ساختن رویاهایی از زندگی اینستاگرامی بهشت دروغینی رو نشون میدن که راهش از قمار و شرط بندی میگذره و بازی گرم کن هاشون هم کسایی هن که خیلی ها بهشون گوش میدن. فقط کافیه یک کمی حواسمون رو جمع کنیم و وارد این بازی حقیر نشیم. مارشال مکلوهان، نظریه پرداز رسانه، 40 سال پیش وقتی درباره رسانه تلفن و چاپ حرف میزد، انگار داشت درباره شبکه‌های اجتماعی هم حرف میزد. اون حواس ما رو به ماهیت این رسانه‌ها جلب میکنه و میگه خود رسانه پیامه و نه محتوایی که درونش تولید میشه. You see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service is a huge environment. And that is the medium. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. And the same with radio or any other medium. What you print is nothing compared to the effect of the printed word. The printed word sets up a paradigm, a structure of awareness which affects everybody in very, very drastic ways. And it doesn't very much matter what you print as long as you go on with that form of activity. واقعا مهم نیست که هر کدوم از این اکانت هایی که تیک آبی هم دارن چی میگن، چرا داد و فریاد میکنن و چرا به هم دیگه میپرن. چون تا وقتی که ما گوشی هوشمندمون توی دستمونه و به هر شکلی اینها رو میبینیم یا حتی با مسخره کردنشون اونها رو باز تولید میکنیم، داریم به رونق کازینوهاشون کمک میکنیم، حتی اگه خودمون همچین قصدی نداشته باشیم. پس شاید بهترین راه اینه که یه بار برای همیشه از این کازینوهای ابتذال بیرون بیایم. خب امیدوارم که از این گزارش هم لذت برده باشین. ممنون میشم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این کلیپ در زیر این پست کامنت بذارین و یادتون نره که مثل همیشه ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب فالو کنین. با تشکر از شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مستر ریپورتر.